اگر ما خطایی انجام بدیم، خطای ما مثل خطای مردم عادی نیست، سنگینتره، سختتره. اگر ما خدای نکرده کسی رو به وادی ضلالت و گمراهی انداختیم، با عمل مشابه دیگری تفاوت داره. مده ها اینه بدونه، بدانید چی میخونید، چی میگید. صدای خوش، آهنگ قشنگ، موقعیت ممتاز، تریبون خوب، اقبال فراوان. امروز هم که جوانها به حمدالله جامعه ما و کشور ما رو با صفای دل خودشون مصفا کردن، این همه جوان تو این کشور هست، اینا همه متوجه شماست. حالا چی میخواید به مردم بدید؟ اینی که من همیشه تأکید میکنم روی اون چه میخوانید و اون چنان که میخوانید توی جلسه مداها با افراد گوناگون، به خاطر اینه، حساسه. بعضی از خوانندگان جلسات مداهی بنده اطلاع پیدا کردم، استفاده از مدح ها و تمجید های بی‌معناست که گاهی هم مضره. فرض کنید راجع به ابوالفضل سلام الله علیه صحبت میشه، بنا کنن از چشم و ابروی ابوالفضل تعریف کردن. قربون چشمت بگم که مثلا چشم قشنگ مگر تو دنیا کمه؟ مگر ارزش ابوالفضل به چشمای قشنگش بوده؟ اصلا شما مگر دیدید ابوالفضل رو؟ میدونید چشمش چجوری بوده؟ ببینید اینا سطح معارف دینی ما رو میاره پایین. معارف شیعه در اوج اعتلاءه. معارف شیعی ما اون معارفی است که یک فیلسوف در غرب پرورش یافته، با مفاهیم غربی بزرگ شده، آشنای با معارف فلسفی غرب مثل هانری کوربن رو میاره دو زانو جلو علامه طباطبایی مینشانه، او رو خاضع میکنه و میشه مروج شیعه در اروپا، مرید معارف شیعه. معارف شیعه اینه، معارف شیعه رو در همه سطوح، از سطوح ذهن متوسط و عامی بگیرید تا سطوح بالاترین فیلسوف ها، میشه این معارف رو عرضه کرد. ما با این معارف نباید شوخی کنیم. ارزش ابوالفضل عباس به جهاد اوست، ارزش ابوالفضل عباس به فداکاری اوست، به اخلاص اوست، به معرفت او به امام زمانشه، به صبر و استقامت اوست، به آب نخوردن اوست در عین تشنگی و بر لب آب بدونی که هیچ مانعی وجود داشته باشه شرعاً و عرفاً. ارزش ابوالفضل به اینهاست. ارزش شهدای کربلا به اینه که از حریم حق در سخت‌ترین شرایطی که ممکنه انسان تصورش بکنه دفاع کردن. انسان حاضره تو یک جنگ بزرگ و مغلوبه بره، احیانا در حرارت جنگ کشته هم بشه، که البته مقام خیلی والایی، همه هم حاضر نیستن، شهدا و مجاهدین فی سبیل الله معدودن. خب در زمان ما هم به حمدالله شهدای برجسته‌ای داشتیم، اما این شهید شدن اینجوری توی اون میدان جنگ با شهید شدن در صحنه کربلا با اون غربت، با اون فشار، با اون تشنگی، با اون تهدید به اذیت و آزار کسان انسان خیلی تفاوت داره. انسان خیلی اوقات میگه من توی میدان حاضرم جانمو بدم، اما خب چیکار کنم؟
بچه‌م داره از گرسنگی میمیره یا از دیدارویی میمیره، این میشه یک بهانه برای انسان. ملاحظه ناموس خودشو انسان گاهی بیشتر از جانش میکنه، ملاحظه بچه شیرخوارشو بیشتر از جانش میکنه. انسان بره توی این میدان، بچه شیرخوارش هم باشه، زنش هم باشه، مادرش هم باشه، ناموسش هم باشه، همه اینا هم در معرض خطر قرار بگیرن و پاش نلرزه. ارزش ابوالفضل، ارزش حبیب ابن مظاهر، ارزش جون در اینهاست، نه در قد رشیدش یا بازوی پیچیدش. خب قد رشید که خیلی تو دنیا هست، ورزشکارای زیبایی اندام که خب خیلی هستن، اینا که ارزش نیست در معیار معنوی. چیه اینجور تعریفا؟ همین اون وقت فکر کنن روش، حالا یه وقت یک کلمه یه شاعری توی یک قصیده توی 30 بیت 40 بیت یک اشاره‌ای هم به جمال حضرت ابوالفضل میکنه، خب اون یه حرفیست، اونو ما خیلی خوشگی به خرج نمیدیم، حالا سختگیری کنیم. اما این که ما همش بیاییم تکیه کنیم، تکرار کنیم روی ابروی کمانی و بینی قلمی و چشم خمار، این که مده نشد و ضرر هم داره. مواردی خود شما ها میدونید دیگه، ضرر هم داره، در یک فضاهایی خوب نیست. این هم یک مطلبه. و نباید بگذارید این منبر حالا 10 دقیقه شما، 20 دقیقه شما خالی بمانه از معارف. من بارها عرض کردم، امسال دیدم بعضی هم در محرم و در دهه فاطمیه، دیدم بعضی از برادران مداح به حمدالله رعایت هم کرده بودن این رو. در منبر مداحی حتما در اول یک فصلی اختصاص بدید به یا نصیحت یا معارف به زبان زیبای شعر. اصلا رسم مداحی هم از قدیم اینجوری بود، حالا خب یه مقداری اون رسم ها کم شده. مداح در اول منبر یک قصیده، یک 15 بیت 10 بیت کمتر بیشتر، فقط در نصیحت و اخلاق، خطاب به مردم با الفاظ زیبا، مردم هم میفهمن و اثر هم میگذاره. این اونیست که من یه وقت گفتم گاهی یک شعر یک مداح از یک منبر یک ساعتی ما اثرش گاهی بیشتره. البته همیشه یه نیست، گاهیست، اگر خوب انتخاب بشه و خوب اجرا بشه اینجوری خواهد. یه وقتی یکی از برادران مداح میگفت ما اگر از این شعرهای خوب شعرهای بزرگ و اینها انتخاب کنیم مردم نمیفهمن، مجبوریم. اینجوری هم نیست، من قبول ندارم. وقتی با زبان شعر با مردم حرف بزنیم، هرچه شعر پیچیده هم باشه، وقتی که کلمه مداح با اون هنر مداحی خود توانست این رو به مردم القا کنه و مخاطبه کنه، این در دل مردم اثر میگذاره. و غزلیات زیادی ما داریم الان تو دیوان صاحب شما نگاه کنید، من یه وقتی یه چند تا از اینا رو به انتخاب همطور تصادفی به بعضی از برادرای مداح سالها پیش البته گفته بودم مثلا اینها رو برید دیوان صاحب، غزلهایی داره بسیار خوب، بسیار مفید، مؤثر در دلها، و اونم با زبان والای شعری کسی مثل صاحب تبریزی مثلا. دیگران هم دارن. یا معرفتی هستن بعضی از این شعرات درباره ائمه علیهم السلام، امروز هم به حمدالله توی شعرها بود، راجع به عبادتشون، راجع به خضوعشون، راجع به تضرعشون، راجع به انفاقشون، راجع به جهادشون، بیانات خیلی خوب، خیلی زیبا. شعر رو از لحاظ هنری
سطح خوب انتخاب کنید، چون اثرگذاره. شعر خوب، شعر هنری همون خاصیت عمومی هنر رو داره. خاصیت عمومی هنر این است که بدون اینکه خود گوینده حتی خیلی موارد توجه داشته باشه و غالبا بدون اینکه مستمع توجه داشته باشه اثر میگذاره. کار هنری این خصوصیتش دیگه. شعر، نقاشی، بقیه انواع هنر، صدای خوش، آهنگهای خوب که اینا همه هنر هست، اینا تأثیراتش روی ذهن مخاطب تأثیراتیست که من حیث لا یشعر به وجود میاد، یعنی بدون اینکه مخاطب متوجه باشه اون اثر رو در اون بخشه. این بهترین نوع اثرگذاریست. شما ببینید خدای متعال برای بیان عالی ترین معارف فصیح ترین بیان را انتخاب کرده، یعنی قرآن. خب قرآن رو میشد مثل حرفای معمولی، خدای متعال همین معارف رو، همین مطالب رو با حرفای بیان معمولی بگه، اما نه، خدا این رو ریخته در قالب فصیح ترین و زیباترین بیان هنری که خود قرآن هم میگه نمیتونید مثل این بیارید، یعنی مثل لفظش، مثل ساخت هنریش نمیتوانید بیارید. معانیش که خب معلومه. این امیرالمومنین خطبه های نهج البلاغه رو نگاه کنید، آیت زیبایی است. خب میشد درست معمولی حرف بزنه، نه، از بیان هنری استفاده میکنه. و بعد و فنحن امراء الکلام، خود این بزرگوارا گفتن ما امیران سخنیم. واقعا هم امیر سخنن. امیر سخن یعنی بیان رو به بهترین وجه، شیواترین وجه، شعر خوب، شاعر خوب، الحمدلله کم هم نداریم، انتخاب کنید، مفاهیم خوب. و نکته آخرم که دیگه وقت گذشت، از این حرفا با شما برادرها خیلی داریم، آهنگ. من شنیدم مواردی از آهنگای نامناسب استفاده میشه. حالا فلان خواننده مثلا فرض کنید طاغوتی یا غیر طاغوتی یه شعر عشقی مثل چرندی رو به آهنگی مثلا، حالا ما بیایم تو مجلس امام حسین برای عشاق امام حسین آیات والای معرفت رو بریزیم توی این آهنگ، آره رو این آهنگ خونده خیلی بده. خب آهنگ بسازید خودتون، آهنگ بسازید. این همه ذوق، این همه هنر یقینا در جمع علاقمندان به این جریان کسانی هستن میدوانن آهنگ های خوب بسازن، مخصوص مدعی آهنگ عذاب